سلام بچه ها، من نوبیدم برمیگردم آمریکا. دلیل بازگشتم با آمریکا رو توی این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم. الان از سیکیوریتی کنترل عبور کردم. تو این ظرف 300 میلی اینقدر آب بود، اینقدر داشته بودم که گلوم مثلا خوش شد آب بخورم و خانمه گفتش رو باید خالی کنی. گفتم که ببین این کل ظرف 330 اینقدر آب کشه، این زیر 100 میله. گفت آره ولی ظرفش بیشتر از 100 میله، ظرفش رو نمیتونی. گفتم خب من اگه این خالی بود تو کیفم بود به ظرفش گیر میدادی؟ من نگاه کرد گفت آقا همینی که میگم. گفتش که آبرو میخوای یا نه؟ گفتم بله میخوام بخورم. خب برو بیرون بخور. گفتم ولش کن بنداز دور، هرچی میگی حله. خانمه اینه گرفت باز کرد آبشو خالی کرد بطوشو داد به من. حالا میخوام برم به سمت گیتم، یه تقریبا یک ساعت دیگه پروازم ببره به آمریکا هست و میخوام بهتون تو این ویدیو توضیح بدم چی شد که من اومدم آمریکا، چی شد که دوباره از آمریکا اومدم بیرون و چی شد که الان دوباره داریم پرواز میکنیم آمریکا. اومدم ماشینمو پس بدم. اینجا پمپ بنزین نزدیک همون جایی هست که ماشینو باید پس بدیم و اینجا این شکلیه که خودشون توی مکزیک بنزین میزنن. حداقل این کسایی که من دیدم این شکلیه میزنه ایشون الان خودش. مکزیک هم خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشته شد و الان ادامه سفرمو یه ذره باهاش چیز دارم، یه ذره حس استرس دارم به خاطر اینکه جایی هستش که همیشه ازش یه ذره چیز داشتم، مثلا تنهایی میخوام الان برم. من به خاطر همین دلیلش فول پلیس دلا رگولار رگولار یا سی ها رگولار رگولار بنزین داره میزنه؟ دو ساعت مونده که پروازم حرکت کنه از اینجا. یک ساعت و خورده ای با هواپیما فکر میکنم پرواز میکنم و بعد میرسم مقصدی که چند ساله میخواستم برم ولی نرفتم، نشده یا جور نشده. این ادامه سفر برای من خیلی توام با حس مثبت و البته یه مقدار حس ترس هست. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. With card please. With card. Credit card. Yeah. این قیمت بنزین توی مکزیک حدوداً چقدر میشه؟ یه دلار فکر کنم، نزدیک یه دلار و 20 سنت این حدودا برای لیتر. یک دلار این حدودا، یک تا یک و 20. اینم کوله پشتیمه، این موزر هم گوشتم اینجا دیگه همه چیو تا خناق پر کردم. این آب و این کوله پشتی دوم هم اینجا گذاشتم، اینم که دمپایی هاست اینجا گذاشتم دیگه. کوله پشتی دقیقه میتره که حسابی. Hi. How are you? چقدر مهربونه. Thank you very much. اون آقا هم که داخل بود گفتش که چیز، گفتش که از دوستش پرسید. Bye. Bye bye. Oops. Maxi. Maxi, yeah. Thank you very much. Bye bye bye. بعد این همه مدت این آقایی که اسمش سمیر بود، مسئول چک آوت و چک این ماشین من بود، رفیق شما حد که همون یوتیوبری هست که ایرانی و اینا، گفت این فلان و با هم صحبت کرد. یه دفعه شنیدم گفت فامیلی آبدی. گفتم چی گفتی؟ گفتش اسم کانالی تو پرسی چیه بهش. گفتم اگه یادت بود هنوز. بعد این همه وقت گفت آخه جالب بود برام. دمشون گرم. واو چه ترمیناله تمیزیه. ایوه و الان من باید چکین کنم تازه. کجاست پرواز من؟ شرکت فرانتیر. پرواز من اینجا شرکت فرانتیر به سمت دالاس ساعت 17:09 دقیقه. کانتر شماره 41 تا 60. عجب صفیه. خوب شد یه دو ساعتی وقت دارم. خیلی از این پرواز ها فقط مثلا پرسونال آیتم میذارن ببری. پرسونال آیتم یه چیزی کلن به طول اینقدر و مثلا ارتفاع اینقدر و عرض اینقدر، یه چیز مثلا کیف کوچولو. چنین کوله پشتی که من دارم و این الان پرسونال آیتم نیست. برای همین من اینجا 100 و فکر کنم 5 دلار بیشتر دادم که بتونم اینو ببرم و همین دیگه. فکر کنم مثلا 110 دلار میدادم میتونستم 23 کیلو بار بدم، ولی چون این وسایلم توش بود، لپتاپم توش بود و بعد نمیخواستم منتظر بار باشم، 110 دلار فکر کنم یعنی برعکس گفتم 5 دلار بیشتر دادم که بتونم بار دستی ببرم. یعنی بار دستی که 6 7 کیلو میتونه باشه گرونتر بود تا بار توی هواپیما که 23 کیلو میتونست باشه.
ببینید یه چیزی که هستش اینه که این عزیزانم دارن پرواز میکنن به همون ایالتی که من دارم میرم و یه چیزی که منو میترسوندن میگفتن از کسایی که حالا ترجمهشو نمیخوام بگم بهش میگن گردن قرمز، از گردن قرمزهای آمریکا بترس. حالا خانم گردنش قرمزه، نظرتون از ایشون باید ترسید؟ اینم از بلیتم که صادر شد و اینم در واقع همون چیزی هست که اونم بهتون نشون میدادم. به باری من گیر نداد، گفت تو یه کاریان داری، گفتم آره یه از اینا دارم که همین کوله پشتیمه. اینم بهش میگن پرسونال آیتم که یه چیز کوچیکی هستش، در واقع خیلی اینو ندارم. من مثلا یه مبلغ دارم که میتونم از اینا داشته باشم، باری دستی با خودم ببرم تو پرواز. بچه‌هایی که خیلی پرواز نکردن، بچه‌هایی که تازه میخوان سفر رو شروع بکنن، من یه کارگاه آموزشی درست کردم به نام کارگاه جهانگردشو. تمام این ریزکاریایی که توی بلیط گرفتن و پرواز و اینا بعدش توجه کنید تو این کارگاه گفتم. از وبسایتم abdjermany.de یا .de میتونید برید و این کارگاه رو تهیه کنید. مشکلی وجود نداره اگر کشور دیگه ای غیر از آلمان هستید. اصلا برای بچه‌های آلمان فقط نیست، هر جای دنیا باشید، حتی از ایران هم باشید، میتونید این کارگاه رو تهیه کنید و توش جهانگردی رو یاد بگیرید. خیلی ریزکاری‌های مختلف هست باید یاد بگیرید. اونا رو هم تو این کارگاه بهتون گفتم. اینم که رستورانیه که اسمش همون غذای مورد علاقه منه، گواکاموله که با آووکادو درست میشه. از این بخش سکیوریتی کنترل که تموم میشه میای دقیقا میای وارد یه همچین عطر فروشی میشی که عطر انتخاب کنی و عطر بخری. منم که عطر نمیخوام بخرم، برای همین از اینجا میخوام گوه کنم برم. دو تا بخر یکی ببر. چی هست حالا؟ از این سس های تند هستش که سس چیلیه، منم دوست ندارم خیلی، اصلا تند میکنم، ولی این تندهای مکزیک اصلا یه چیز دیگه بود. منتظرم نوبت هم بشه. اولین کاری که باید انجام بدم الان خوردن این موزه است، چون دیگه حالش هی داره بعد و بدتر میشه و اینکه توی هواپیما هم دیگه نمیتونم ببرمش دیگه. خب بچه ها بیاید از فرصت استفاده کنیم، من از این نقشه رو بهتون نشون بدم. ببینید نقطه آبی جایی که ما الان هستیم، خب توی در واقع همون شبه جزیره یوکاتان که این سمت شرق مکزیک میشه. بعد اینجوری باید پرواز کنیم بریم بالا به سمت اینجایی که الان ستاره هستش. میبینید این ستاره ها همش در واقع تگزاس هست و جایی هستش که اگه هم دقت کنید نقشه تگزاس هم شبیه یه اسلحه هست، شبیه یه هفت‌تیره. ببینید اینجا الان این سرشه، در واقع اونجایی که هفت‌تیر آدم اینجوری چجوری میگیره دستش این شکلی، این نقشه تگزاسه. ببینید نقشه ایالت تگزاس، این خط پررنگ خط مرز مکزیک و آمریکاست، بعد اون خط خدچین هم ایالت تگزاس هست که الان هیوستن رو میبینید که پررنگ شده. پرواز ما به این نقطه هستش. فرودگاهش اینجاست. بچه رو ببینم یاد پسر خودم میفتم که خیلی وقت نهیدمش و دلم برش تنگ شده و همین دیگه این مدت تا برسون اونجا بودم باش بازی کنم. فعلا من همیشه تو هواپیما وقتی که مثلا جا نیست بالای سرم کیفم میذارم جلوتر که بتونم نگاه کنم مثلا کسی موقع نره سر کیفم و پشت سر بذارم، این کار زاره سخت میشه. ولی اینجا که الان راحت گذاشتم و شاید میتونم ببینم پولم. خیلی برام عجیب بود، نگاه کردم هنوز تو آسمونیم.
بعد گفتم دلیلش چیه؟ دلیلش اونجا تو نقشه دیدم. ببینید اینجا فلوریدا آمریکا بود و من اومدم یک ساعت و نیم پرواز کردیم رسیدیم به این نقطه که میشه همون کنکون. حالا الان میخواییم پرواز کنیم به این نقطه. خب معلومه از اینجا فاصله شو ببینید دو برابر خورده ایه تا تگزاس. ببینید دلیلش اینه، ما احتمالا 3 ساعت و خورده ای تو آسمون هستیم و فکر کنم ساعت 8 خورده ای برسیم. الان ساعت 19 دقیقه هست، 8 خورده ای فکر کنم برسیم. فکر میکردم تگزاس خیلی خشک باشه، اما اینجا الان که دیگه داریم نزدیک میشیم به دالاس فکر میکنم اینجا دالاس باشه. ببینید چقدر درش واقعا یه لحظه که اصلا فهم نخواه هفا پیمار اشتباه سوار شدم که مثلا شاید یه چه میدونم یه دالاس دیگه داریم میریم. ولی پوشش گیاهیش خیلی تو مایه آلمان شد، یه دفعه همه جا سبز و این همه دریاچه داره و اینا. ساعت و نیم پرواز بود. بچه‌ها یه اتفاق جالبی افتاد الان این بالا دم پاس کنترل که می‌خواستم به پلیس پاسپورتمو بدم. طرف پاسپورت منو که گرفت، همینجوری که گرفت دستش اینجوری اومد باز کنه، بچه باور کنیم که اومد باز کنه حسین عابدی باز کرد، گفت حسین عابدی، یعنی قبل از اینکه پاسپورت رو ببینه. من گفتم من دارم اشتباه میبینم، قضیه چیه داستان، هی باورم نمیشد. هی بعد دیگه پرسید، گفت خب چند روز میمونی و کجا اقامت داری، اسم هتل رو بهش نشون دادم و اینا. بعد گفت بفرمایید پاسپورت رو. بعد گفتم بذار ازش بپرسم این سوال تو ذهنم، گفتم You called my name before you opened the passport. یه همچین چیزی بهش گفتم، گفتش که آره، و به خاطر اینکه از تو دوربین چهرت رو همون لحظه میفهمم کی هستی. یعنی دوربینی که داره، من اصلا هنوز نزدیک نشدم، میدونه این حسین عابدیه، کی رفته، کی اومده آمریکا، همه چی رو میدونه. بعد پاسپورت هم اینجوری فرمالیته وام میکنه، یه نگاهی توش میندازه. جالب بود. فعلا که از جو تگزاس و فیلم کابوی و اینجور داستانا فعلا خبری نیست. هوا بد نیست، از مکزیک یه کوچولو خنک‌تره ولی بازم گرمه. اینم از اتوبوس مورد نظر. اتوبوس شبیه این بیاتی‌های توی ایران خط تهران پاس آزادیه. What is the name? Nusret Steakhouse. In Nusret, چه کرده؟ تگزاس هم قبضه کرده. Hi. Hi, let me help you out. Please, so. please. Thank you very much. آقا اینم از وانت من توی آمریکا که احتمالا همینو بردارم. چرا همینو بردارم؟ بخاطر اینکه من همیشه دوست داشتم یه دوجرم داشته باشم. توی آلمان به قدر اینا مصرفشون بالاست که اصلا صرفه نداره شما بخوای یه نزدی ماشینا بخری، اونم مثلا توی شهر، مثلا من تو هانوفر بخوام با این برون ور برم. ولی خب خیلی‌ها دارن، منم چند سری قلقلک شدم که از اونا بخرم، ولی خب هنوز گفتم هنوز تایمش نرسیده اونا. ولی دوست دارم که باهاش رانندگی کنم و اما اون یکی هم چشمک میزنه اینجا، نمیدونم کدومش رو انتخاب کنم. بریم داخل فوردر ببینیم. این خب میگه از ایناست دیگه، از این چی میگن؟ 4x4 میگن بهش. فکر میکنم بهش میگن دو دیفرانسیل اگه اشتباه نکنم، نمیدونم. مثلا ببینیم داخلش چه شکلیه. داخل این اینجوریه. خب حسی که از داخلش میگیرم، یعنی این داخل این ماشین بود. بریم حالا داخل این یکی رو ببینیم. به نظرم این یه ذره شیک‌تره. این عالیه دیگه. تازه عقبش هم میشه مثلا خربوزه و هندونه و اینا فروش.
دقیقاً همین موضوعی هست که من تو کارگاه مدیریت مالی هم توضیح دادم. گفتم آقا شما از زندگیت باید استفاده بکنی، درسته کار میکنی، پول پس انداز میکنی، ولی باید پولتو جوری پس انداز کنی که هم برای اشغالت پول داشته باشی، هم برای سرمایه گذاری. این چیزی هست که من تو کارگاه مدیریت مالی آموزش دادم و برای همه بچه‌ای که آلمان هستن این کارگاه واجبه. یعنی این کارگاه قیمتش خیلی کمه، با هزینه یه وعده شام میتونید شما اون کارگاهی که به مدت فکر کنم 2.5 ساعت ویدیو هستش، یه ویدیو 2.5 ساعت و حاصل تفکرات و تجربیات و چیزایی که مطالعه کردم و تجربه کردم و اینا تو زندگی خودم هست که به شما میگم برای در واقع دانش مالیتون که یاد بگیرید چجوری میتونید پس انداز کنید که هم پول داشته باشید تفریح کنید، هم پول داشته باشید که سرمایه گذاری کنید بعدا. و اونجا دقیقاً یه مثالی که میزنم، از یه لامبورگینی مثال میزنم، ولی حالا برای خودم الان این ماشین موضوعیت پیدا میکنه. اونجا میگم که آقا شما اگر که مثلا یه ماشین خیلی خاصی رو میخوای، مثلا من این ماشین رو، و خب یا باید برم بخرمش یا باید همینجوری همیشه بهش فکر کنم، میتونم بیام کرایش کنم، میتونم بیام اجارهش کنم با هزینه خیلی کمتر. من این ماشین رو توی اینجا که دقیقاً جاش هستش، یعنی ایالت تگزاس و پیکاپش دیگه، همینجا تو تگزاس گرفتم و قشنگ دستم هستش، یه مدتی باهاش رانندگی میکنم، حالشو میکنم و خب بعدش هم دیگه ماشینو پس میدم میره. همه بیمم کامل داره، هیچ هزینه خاصی هم نمیدم، فقط برای یه مدتی هزینه سوختشو میدم. این روشو پیشنهاد میکنم به همه دوستانی که یه سری ماشینای تو ذهنشون هست ولی خب مثلا میگن وایسیم تا یه روز بخریمش. نه آقا، اجاره کن یه مدتی دستت باشه، ببین شاید اصلا دیگه نخواستی، شاید هم خواستی و ازش میتونی استفاده کنی. خب بچه‌ها دیگه دیر شده، بریم منم یه غذایی برم بخورم، خیلی از ظهر تا الان کلی وقت گذشته، گشنمه. آخیش چقدر جادار ماشین، اصلا مثل انگار پشت مثلا صندلی خلبانی نشستی توی هواپیما، خیلی جاداره. یعنی نسبت به اون ماشین جیپی که من توی مکزیک داشتم خیلی بزرگتره. به به، چه صدایی، چیزش کجاست؟ این پارکینگو چه جالب، دندش اینه، دارم با وانت رانندگی میکنم. واو بچه ها شاید فکر کنید دارم مسخره میکنم، ولی واقعا از همونجا که جا پارکم بود تا همین ورودی پارکینگ که در واقع الان میخواد این خانم این برگه کاغذ منو کنترل کنه، از اونجا تا اینجا الان مثلا شاید 20 متر من رانندگی کردم با این، برام عادی شد دوباره. یعنی بعضی از دوستان باورشون نمیشه، میگم ببین ماشین برای من وقتی که سوارش میشم هر ماشینی باشه اصلا با 206 هم فرقی نمیکنه، حالا با 206 یه 206 هم ترکیده خیلی داغونه، ولی واقعا با اسکوداه فرق نمیکنه، مثلا توش که نشستی ها اصلا تفاوتی نمیکنه. چرا؟ بعضی وقتا مثلا من ماشین تو هانوفر میگیرم سوار میشم، اصلا پورشه سوار شده بودم، آدما نگاه میکنن، اینکه بقیه نگاه میکنن یه حس متفاوتیه. چه دروغ بگم، نه باحال اونی که بقیه نگاه میکنن، مثلا شما انگار حس خاصی داری، ولی خودت که میشین توش فرق خاصی نمیکنه. هلو، this is your driving license. You need my driving license. Okay, thank you very much. Thank you. بچه ها هتل اینجاست، ولی اطرافش اصلا هیچ غذاخوری هیچی نیست. چیکار کنیم؟ 22:39 یه چکین بکنیم بد نیست، چکین کنم بعدش میام میرم دنبال پیدا کردن غذا. مدل اتاقای هتلای آمریکایی جالبه بهتون بگم، هر هتلی که باشه معمولا هر هتلی باشه دو تا تخت دو نفر است. یعنی من شده خیلی جا یه نفره رفتم، یا مثلا قبلا با خانواده اومده بودم این آمریکا، اون موقع مثلا هر جا میگرفتیم خیلی عادی چه دو نفر سه نفر بودی همیشه تخت، یعنی اتاق برای 4 نفر بود خیلی وقتا. من میخوام برم شام بخورم و بعدش هم خواستم بگم بخوابم، نمیتونم بخوابم، باید بیدار بمونم تا ساعت 1
که آلمان بشه 8 صبح بتونم برای یکی از مشتریام زنگ بزنم برای کار وام بانکش. متاسفانه مکدونالد بسته بود و فقط میتونم بیام اینجا درایوی. ولی خب این فرهنگ غذا خوردن توی ماشینم یه چیز آمریکایی سری. اولم که من آمریکا آمده بودم خونه فامیل اون بودم، بعد اینم مثلا صبحونه بلند میشدم جمعه مکدونالد صبحونه میخرید تو ماشین میخورد. اینو خیلی باب هست اینجا. حالا اصلا چیز درست و جالب و سالمی نیست، ولی خب دیگه سنت آمریکاییه. جالبه نه نوشابهش از بقیه جای آمریکا بزرگتر اینجا. خب کجا وایسم؟ همینجا با ویو اتوبان خوبه. بچه ها با ویدیو حال کردید؟ اگه اینطور بوده یه لایک به من بذارید الان، خیلی ممنون میشم. و همین، شما به خدای بزرگ میسپارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.